حالا از وفا دعوت میکنم بیاد با برنامه برامه. تا کی دل من تنها بمونه، برگرد تو بیا به آشیونه. من متولد 1329، 21 بهمن ماه 1329 و روز جمعه، و ما هممون اصلا قبل از اینکه معروف بشیم، چه من چه جماعت چه جماعت من، ما قبل از اینکه معروف بشیم همه به صورت غیر حرفه‌ای کار میکردیم. زمانی که معروف شدیم که جمال جلوتر بود و بزرگتر از من، اومد به عرصه موسیقی و معروف شد. و بعد در یه روزی که شارق نادری برای مصاحبه با جمال به منزل ما اومد، دو برادرات هم میخونن و گفت بله همشون میخونن. و اونجا من یادم میاد کاری رو من ضبط کرده بودم از جهان بخش پازوکی که میخواستم اصلا بیام تو میدون، اونتا شارق نادری زودتر اومد منزل ما مصاحبه کرد و کار من جلو انداخت. ما کار ضبط کرده بودیم و یه کار خیلی عالی به نام دنیا آیدون. من سرگردونم، من پریشونم. و اون روز شارق نادری با جمال صحبت کردیم و منم صحبت کردیم، نوال منم جز برنامه جمال گذاشت. در صبح جمعه رادیو شما برادیو پخش شد و از اونجا من دیگه معروف شدم. اگه توی برنامه چشمک من میرفتم میکنم اونجا جمال نبود، و یا اگه جمال میرفتی برنامه تلویزیونی میکنم اونجا من نبود، ولی به هم وصل بودیم. و وقتی شدیم برادران وفایی، این شهرت زیباتر شکل گرفت و اثرگذار بود هم برای جمال هم برای بابک بیات، که یکی از ماندگارترین نام‌های موسیقی کشور ماست و خیلی در بودن و الان هم که نیست خیلی حائز اهمیت هم ایشون. بچه محل ما بوده، توی یه محل با هم بودیم و منو برد سیدی کاسبی هم میشه آقای دکتر تنگیان و یکی دیگر دوستامون که شعر هم بود اونجا بودن، گروهی بودن در خیابان وصال شیرازی. و من بار دوم سوم که اونجا مراجعه کردم دیدم خواننده ها همه اونجا میان و میرن، مثل ناصر ستار، آقای عقیدی، شان عقیدی، خانم پوران و همه اینا اونجا میمادن قرارداد مینوشتن و با آهنگسازهایی کار میکردن. اونا انتخاب میکردن مثلا بودن آقای عقیدی، شما از ایشون به چهار تا آهنگساز اونجا بود، بابک بیات بود، آقای جهان بخش پاسکی بود، پردران سرفراز بود، ایرج جنتی عطایی بود، شوهر ایرج جنتی بود دیگه. و اونجا ماها بودیم و وقتی که تقسیم بندی کردن و انتخاب کردم، به من گفتن شما باید واقعی پازگی کار کنیم دکتر طیبیان. و من هرچی دارم اول خدا، بعد پدرم و بعد محبت های مردم و بعد جهان بخش پازگی. وقتی که خواننده ها میان و معروف میشن، خواننده خصوصا هم به قصدایی نباشه، من سابقه دارم در اون سن و سال خودم که سن و سال شما بودم، معروف شدم در کار آواز. یادم رفراندوم هایی در مجلات انجام شد، زن روز یکی از مجلات خیلی موفق و پرتیراژ گذشته ما بود، مجله زن روز. من یادم رفراندومی که برقرار کردن در خواننده های نوجوان اون موقع، من نفر اول شدم، در صورتی که رقبای من مثلا 300 تا دونه هم آوردن، 400 تا دونه آوردن، 1000 تا آوردن، 800 تا آوردن و 2000 تا دیگه نرسید رقبای من. این فاصله کجا؟ 12500 تا کجا؟ خب اینا محبوبیت بود. من هم اون موقع خوشگل بودم، خوشتیپ بودم و به این دلیل به سینما راه پیدا کردم. سینما بی خودی کسی رو دعوت نمی کنه آقا بیا فیلم بازی کن. خب حالا چیز شده، تجاری شده، حالا یه اقتصادی تجاری شده، خود هنرمندا میان پول میدن، خودشون همه کار رو میکنن که یه فیلم بیان بازی کنن و اون فیلمشون هم بیاد تو سوپرا و فروش بره. و من چون خواننده به لطف و محبت مردم
خواننده خیلی موفقی بودم و به این دلیل به سینما دعوت شدم، راه پیدا کردم و فیلم های موفقی بازی کردم. گروهی که کار میکردیم که اون همشای خیلی خوبی در افتخار اینه من داشتم در کنارش میباشم، مثل جمشید مهداد، آقای کرم رضایی و کارگردان توانا و خیلی خوبی مثل آقای سیاوش شاکری که تحصیل کرده انگلیس بودن تو کارشون، این فیلم یه زد و بالاترین فروش سینما ایران رو به دست. این باعث شد که خب تهیه کننده هم چی میخوان؟ سود میخوان دیگه. یعنی خب دو تا چهره جوان مثل من و لیلا پورهر رو گذاشن کناره هم، خب دو تا چهره ای که مردم دوست دارن. حالا یه خوشبختانه یه متاسفانه اصلا سینما من از کار خوانندگی با یه مقداری فاصله افتاد، بینش جدا شد و خوشبختانه گفتید، هم خوشبختانه و هم کمی متاسفانه. اون وقتی که آدم میره جلوی دوربین یا میبینه با حساب شده نیست، با همه خوب و بدش واسه آدم خوب و دوست داشتنیه، اونو بده من دوربینم رو درست کنم، این همه زمان میبره. آقا این زرخه میبر بذار اونجا، اونو بذار اونجا، پیانو اون بر باشه، تو این بر باشه، خودت میدونی. حالا فیلم سینمایی که چیز حرفه‌ای و پرفشناله دیگه بیشتر وقت میگیره. با اون وقتا نمیذاشت من به کار رادیو تلویزیون خودم برسم، به خوانندگی برسم. اینه که از نظر خوانندگی رقبای من، همکارای من رفتن جلو و ما به خاطر سینما این مقداری من باسفانه باز موندم از کار خوانندگی، ولی گوشیشو گرفتم و الان که پیش شما هستم خیلی موفق بودم. Oh,